فهد کیخسروی عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران همراه ما هستند. آقای کیخسروی، مطالبات کارگران بر اساس این فراخوانی که ارائه شده چه است دقیقاً؟ خب ببینید، غیر از سطح نازل دستمزدها، کارگران ایران یک مشکل دیگه رو که همیشه داشتن به تعویق افتادن همین دستمزدهای بسیار ناظر برای چندین ماه بوده که مشخصا برای کارگران پروژه‌ای و کارگرانی که برای شرکت‌های پیمانکاری کار می‌کنند این مسئله بسیار بغرنج‌تر بوده، به شکلی که به هر حال معیشت خودشون و خانواده‌هاشون رو تحت شعار قرار میره. شرکت‌های پیمانکاری در صنایع نفتی، نفت و گاز و پتروشیمی کار می‌کنن و کارگران پروژه‌ای رو در استخدام دارن، این رو به صورت یه عرفی در آوردن که 3-4 ماه یک بار حقوق و دستمزد کارگران رو پرداخت میکنن که با توجه به اینکه به پایان سال نزدیک میشیم و قرارداد این شرکت‌های پیمانکاری احتمالا تغییر پیدا میکنه و کارگران و خانواده‌هاشون هم نیاز به تأمین هزینه‌هاشون برای شب عید دارن، اعلام کرده بودن که چون از برج 9 به بعد حقوق دریافت نکردن، اعلام کرده بودن که چنانچه تا روز 15 اسفند حقوق‌های دیماه و بهمنشون پرداخت نشه، برای روز 15 هم دست به اعتصابات درون کارگاهی میزنن که مشخصا مثلا در پتروشیمی بوشهر این اتفاق افتاد که تا جایی که من اطلاع دارم دیروز خوشبختانه یکی از پیمانکاری لیموچی ناچار شده بود که دستمزد دیماه کارگرانش رو پرداخت کنه و قول روز 23 برای دستمزد بهمن ماه رو داده بود، اما سایر کارگران پروژه‌ای در بخشای دیگه که دست به اعتصاب زدن و امروز هم اعتصابشون در جریان هنوز پاسخی دریافت نکردن و فعلا احتمالاً به اعتصابشون ادامه خواهند داد. آقای رئیسی، میدونیم وعده های بسیاری داده بود در این خصوص، اما چرا با وجود این وعده همچنان شاهد این نابسامانی در پرداخت حقوق کارگران هستیم؟ خب ببینید، یکی از دلایل اصلی این نابسامانی مشخصا برای کارگران پروژه‌ای وجود همین شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیرو هست که مدت هاست صحبت میشه که این شرکت‌های تأمین نیرو و واسطه حذف میشن. البته چیزی که در مجلس صحبتش بوده برای کارگران مشاغل مستمر بوده و نه کارگران پروژه‌ای، اما همین هم تا حالا ما ندیدیم که اتفاق جدیدی بیفته و این به هر حال شرایط محقق بشه. وعده های مسئولین دولتی و کل بدنه حاکمیت بسیار زیاده. یکی از وعده هایی که جدیداً دادن همین حذف فقر مطلق تا 2 هفته آینده است که نمیدونم مثلا این بس میشه به شوخی میمونه تا یک سیاست جدی، اما واقعیتش اینه که در نهادهای تولیدی یا کل بخشای خدماتی حتی همیشه سعی در سرکوب مزدی برای کارگران و مزدبگیران داشتن و تلاش کردن این اصلا اهمیتی بهشون ندن و این مطالبات کارگران رو که بر سرش اعتراضات جدی هم همیشه در جریان بوده نادیده بگیرن یا اینکه به هر حال خودشون رو مسئول ندونن، مشخصا دولت رو منظورم هست، و سعی کردن کارگران رو با کارفرمایان مشخص خصوصی یا پیمانکاران بیشتر درگیر بکنن. ممنونم از توضیحاتتون. فهد کیخسروی عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران همراه ما بودید.